شباهنگ رو با یه گزارش دیگه ادامه میدیم. ازدواج یکی از بخش‌های مهم زندگیه که در همه فرهنگ‌ها از ارزش والایی برخورداره. ایرانی‌ها هم اهمیت زیادی برای موضوع قائل هستن و معمولاً مراسم ازدواج رو خیلی مفصل و با شکوه برگزار می‌کنن. چند سالیه که یه مجله در جنوب کالیفرنیا منتشر میشه که اسمش عروسه و محبوبیت زیادی هم در بین ایرانی‌ها پیدا کرده. تا جایی که در فواصل زمانی مشخص برنامه بزرگی رو برگزار میکنه و جنبه‌های مختلف یه جشن عروسی واقعی رو به نمایش میذاره. همکارم آرش راد از پنجمین جشن مجله عروس که هفته گذشته در لس‌آنجلس برگزار شد گزارش میده. فصلنامه عروس که 6 سال است به زبان انگلیسی در جنوب کالیفرنیا به مدیریت نوید سهیلیان عکاس با سابقه ایرانی منتشر میشود، امسال پنجمین جشن این مجله را برای اولین بار در لس‌آنجلس و در هتل حیات این شهر با حضور 70 شرکت دستاندرکار برگزاری جشن‌ها و طراح ایرانی و غیر ایرانی برگزار کرد. امسال برای اولین بار به این هتل زیبا و بزرگ در شهر لس‌آنجلس اومدیم. با اکسپرینس‌های گذشته فکر می‌کنم زمانش بود یه جهشی داشته باشیم در کارمون. سال‌های اول محدود می‌شد فقط به عروسی، ولی خب به خاطر اینکه مثلا کیک یا بیزینس های مربوط به جشن ها میتونه شامل مهمونی های دیگه هم باشه، برنامه رو گسترش دادیم و تونستیم امسال در انتخاب وندرها و دیزاینرها یکم وسواس به خرج بدیم و یه استانداردی رو گذاشتیم. خواستیم که برنامه‌مون یکم کوالیتیش بره فرق داشته باشه. در این برنامه مجموعه خدمات و نیازمندی‌ها برای راه اندازی یک جشن از تهیه کارت عروسی، جواهر، فیلم و عکس، آرایش، غذا، کیک و شیرینی و لباس و خدمات مسافرتی همه و همه زیر یک سقف جمع شده بودند. اجرای موسیقی زنده، برگزاری دو نمایش لباس‌های عروس و داماد به فواصل و اهدای گل و تندیس یادبود توسط نوید سهیلیان به حامیان مجله و برنامه از دیگر فعالیت‌های این جشن. مارشا از عکاسان گروه عکاسی سیدز میگوید ما قبلا هم عروسی ایرانی داشتیم، اما این اولین شو ایرانی است که تو شرکت کردیم. همه چیز خیلی عالیه. عروسی ایرانی ها چیزی بیشتر از یک عروسیه. همه چیز خیلی باشکوه برگزار میشه و پر از جزئیات. ما خوشحالیم که اینجا هستیم. این برنامه که هر ساله به صورت رایگان برگزار می شده، امسال ورودیه را که از حاضرین دریافت می کند، تماماً به سازمان غیر انتفاعی عروس‌ها برای مبارزه با سرطان سینه اهدا می کند. در کنار این بریزو به پاشا و خرچهایی که میشه سعی کردم نشون بدیم میتونیم مقداری از پولمونم کمک کنیم به کسانی که احتیاج دارن. اون 5 دلار فکر نمی کنم آنقدر ارزشی داشته باشه، ولی همین 5 دلار ها میتونه خیلی از مشکلات بیماران رو حل کنه. ایمی پولیشاک از سازمان عروس ها برای مبارزه با سرطان سینه میگوید ما یک ارگان غیر انتفاعی هستیم که از 16 سال پیش در این زمینه فعالیت میکنیم. ما در سال به 120 کشور مختلف سفر می‌کنیم، لباس‌های عروسی اهدایی رو از مغازه‌ها و افراد جمع می‌کنیم و اونها رو دوباره به قیمت کمتری می‌فروشیم و از سود حاصل برای کمک و خدمات به کسانی که با سرطان درگیرند استفاده می‌کنیم. ما باید بدونیم که از هر 3 زن یک نفر در طول زندگی به سرطان مبتلا میشه. به همین دلیل ما اینجا کارت‌هایی رو برای آزمایش رایگان سرطان سینه ارائه می‌کنیم و دختران جوان رو تشویق می‌کنیم که زمانی که دارن زندگی جدیدشون رو شروع می‌کنن، همونطور که به لباس، آرایش مو و جزئیات مهمونیشون دقت میکنن، به این مسئله هم توجه کنند. فصلنامه عروس که تا به امروز بیش از 20 شماره را به صورت رایگان، از طریق تارنما و به صورت چاپی در اختیار جامعه ایرانی و غیر ایرانی قرار داده است، مدتی است که با راه اندازی امکانات دستیابی از طریق تلفن‌های همراه نیز این خدمات را در سطح وسیع‌تری به علاقمندانش ارائه می‌کند. مجله عروس کاری که ایشون انجام میدن از زاویه طراحی و دیزاینش واقعا در کلبر مجله های بسیار های کلاس آمریکایی هستش و روز اول ایشون تاکید داشتن که میخوان کوالیتی چاپ و ارائه مجله متفاوت باشه. مثلا خیلی از کارهایی که من برای مرسدس یا پورش انجام میدم، کاتالوگای اونا رو میذارم، همون اپلیکیشن ها رو ما در رابطه با مجله عروس پیاده میکنیم که بسیار مجله های های اندی هستن. و این کاری که ایشون ارائه میدن در رابطه با
جامعه ایرانی یه کار بسیار متفاوتی که فکر کنم کمتر کسی همچین کاری انجام داده جامعه ایرانی. I would say the Persian community would does everything just so grand and Kenny Aiken از مسئولان برگزاری جشن ها در هتل هایات لس آنجلس میگوید عروسی های ایرانی بسیار باشکوه برگزار میشه. این بهترین تجربه ایست که شما میتونین برای یک مهمونی داشته باشین. در مقایسه با سایر جوامع ایرانی ها خوب میدونن که چطوری باید یک مهمونی باشکوه رو برگزار کنن. The Persians know how to have a good party. خیلی ایده خوبیه واسه کسایی که میخوان عروسی کنن که بیان به همچین شویی ایده جمع کنن. خیلی کمک خوبیه. من عاشق کارم هستم و شاید از لحاظ فیزیکی خسته بشم، ولی از لحاظ روحی تا وقتی که خودم مشغول به کارم میکنم خستگی ناپذیرم. آرش راد، صدای آمریکا، لس آنجلس.